این بار کارگردان از ما خواسته که صورت این بازیگر رو این مقدار تیره تر و پر کنتراست تر بکنیم به نظر کارگردان گیریم این بازیگر خیلی واضح و مشخصه اصطلاحا تابلوه و میخواد یه خورد کنتراست توی صورت این بازیگر بیشتر باشه تا خشنتر و جنگیتر به نظر بیاد خب ما اول از مراحل ابتدایی اصلاح رنگمون شروع میکنیم من میام سایه های این تصویر رو اول یه خورده رو روشنتر میکنم هایلایت هاش هم همینطور من میتون ها رو یه خورده میتونم تیره تر بکنم و میام سراغ پنجره سکندریز این پنجره رو انیبل میکنم و همونطور که شما احتمالا حد سدید من میخوام با ایجاد یک وینیت این کار رو انجام بدم مثلا این دایره رو من بذارم روی صورت این بازیگر یه خوردم حالا زاویهش رو بیشتر کنم منفی 20 زیاد شد منفی 10 بازم زیاده منفی 7 6 5 اسکرول من میکنم پایین و همونطور که شما اگه خاطرتون باشه با آلت میتونم بیشتر و سریعتر این کار رو انجام بدم حالا حدوداً اینجا جاش فکر می کنم مناسب باشه البته ببخشید که من خیلی وارد جزئیات و ریز ها نمیشم چون واقعا این کار یه مقداری شاید از محدوده این خداموز خارج باشه خب اما چیزی که به ذهن شما رسیده و حتما میدونم که براتون سواله اینه که فرزن الان ما صورت این بازیگر رو حالا هایلاتاش رو اختر روشنتر تر میکنم سایه هاش رو یه خورده تیره تر میکنم میتون هاش رو هم تیره تر میکنم و هایلات ها رو بازم یه خورده روشن تر میکنم که بتونم بازم جا داشته باشم برای تیرهتر کردن صورت این بازیگر و یه ذره هم راستش رو بخوایم میخوام رنگ قرمز بیشتر بزن به صورتش یک کوچولو خیلی خیلی کم که زیاد محسوس نباشه یه یعنی میخوام این لبه رو صافتر بکنم همونطور که همیشه شما دیدیم من این کار رو انجام میدم و که لبه تیز نداشته باشیم سوالی که گفتم خدمتون اینی که الان توی این پلان اگر ما ببینیم بازیگر تکون میخوره همونطور که شما میدین تیرگی میاد روی صورتش و از روی صورتش رد میشه حالا که صورت بازیگر ما تکون میخوره چی کار باید کرد؟ اگر شما قبلا با برنامه مثل افتر افکت فیوژن یا برنامه مثل مثلا کامباسشن کار کرده باشید با فرایند ترکینگ آشنا هستید ترک برای اون دوست از دوستانی که باش آشنا نیستن خدمتون بگم که شما یه نقطه تصویر رو به نرم افزار میدین و از حرکت اون نقطه نرم افزار میتونه تصویر رو آنالیز بکنه و اون حرکت رو منتقل بکنه فرضا به این دایره که شما اینجا دارید برای ترک شما بهتره که از نقطه ای که میخواید ترک رو شروع بکنید پلی هدتون رو قرار بدید اینجا من چون از اول پلان رو میخوام ترک بکنم یعنی از اول بازیگر من صورتش هست تا آخر من میام به اول پلان با بالا با کلید بالا روی کیبورد شما میایین اول پلان با پایین آخرش و با چپ و راست هم که همونطور که میدونید میتونید فریم به فریم جابجا کنید من میام اول پلان این دایره رو میذارم روی صورت بازیگرم همون جایی که قبلا بود و من حس میکردم خوبه یه مقدار چهره خطرناک تری به بازیگر من میده و میام توی قسمت جیامتری توی قسمت جیامتری شما اگر قبلا خاطرتون باشه ما شپ یا در واقع همون شکل خاص کشیدیم اینجا از قسمت شیپ خارج میشیم و وارد قسمت ترکینگ میشیم توی قسمت ترکینگ من نیو رو میزنم و همونطور که روی تایملاین من با کلیک وسط میتونستم جابجا جا بکنم و با, با کلیک راست میتونستم زوم یا زوم بک بکنم اینجا هم دقیقا به همون صورت من با کلیک راست و درگش زوم بک زوم از زوم بک میکنم و با کلیک وسط هم جابجا جا میکنم من میام و این نقطه ترک رو قرار میدم روی بینی این بازیگر به علت اینکه کنتراست بیشتری با اطرافش داره الان شما میبینید توی این تصویر اگه قرار باشه نرم افزار یه نقطه رو دنبال بکنه و از حرکت اون بتونه تشخیص بده که حرکت توی کاد چطور بوده به نظر من اینجا الان این بینی بازیگر ما نقطه خوبیه قسمت وسط قسمت تعیین کننده شماست که چه چیزی رو توی تصویر آنالیز بکنه نرم افزار و قسمت بزرگتر جایی که این قرار را حرکت بکنه به طور مثال اگه من این قسمت بزرگ رو تر بگیرم یا همچین چیزی بگیرم اگه حفره بینی این بازیگر ما توی پلان بعدی اینجا بیاد مثلا بخوام توی فریم بعدی اینجا بیاد از ترک ما خارج میشه و نرم افزار دچار مشکل میشه همیشه باید به اندازه اون رو بزرگ انتخاب بکنید که حرکت این توی فریم بعدی توی این جا بشه اینجا من حس که الان منزه کافی بزرگ هست یه مشکلی که هست البته مشکل که به حال این مورد سافت توی نرم دیگه ترکینگ هم باز به همین صورته شما اگر این قسمت بیرونی رو هرچی بزرگتر انتخاب بکنید تایم ترکتون یه مقدار بالاتر میره اما ترکتون قطعا درست و دقیق انجام خواهد شد خب من اینجا الان از نقطه که انتخاب کردم تقریبا راضیم از نقطه مرکزی و از دایره بیرونی هم همینطور همونطور که قبلا خدمتتون گفتم پلی هدم رو روی فریم اول گذاشتم چون میخوام از اول این رو آنالیز بکنه تا انتهای کلیپ همونطور که شما می‌بینید ما یه این پوینت سبز کوچیک اینجا دارم یه آوت پوینت شما میتونید با مارک این توی ترکتون یعنی همونطور که شما نیو زدین ترکر رو انتخاب بکنید برای شروع ترکتون مارک این رو بزنید و برای پایانش هم مارک آوت رو این کار رو ما توی نرم‌افزارهای تدوین زیاد انجام دادیم خب حالا همه چیز بر وفق مراد برای یه ترک من پروسس رو میزنم و همونطور که شما میدید نرم افزار شروع میکنم به دنبال کردن بینی این بازیگر ترک من خوشبختانه داره خوب پیش میره و درست داره ترک میشه و خب من میتونم الان یه نگاهی بکنم ببینم که ترک هم درست انجام شده یا نه با جابجا کردن این عنوان با جابجا کردن معذر میخوام پلی هدم و ببینم که بله درست ترک شده و کاملا ترک من درسته مهمترین نکته و شاید قلق ترکینگ توی کالر به این شکل باشه شما یه آیدی اینجا دارید اگر دقت بکنید یه اسم ترکر دارید یه استاتس سبز به این معناست که این الان ترک شده اگر قرمز بود یعنی ترک نشده بود و آیدی که اینجا دارید یعنی شماره این شناسه در واقع این ترکر الان یکه من میام توی قسمت سکندریزم همونطور که شما اینجا میدید زیر سیرکل من یه یوز ترکر دارم من به محض اینکه اینجا این صفر رو یک بکنم این دایره جابجا میشه چرا از نقطه اون ترکر تبعیت میکنه خب من دوباره این دایره رو میارم سر جای اصلیش جایی که حس میکنم جای درستش بود و روی صورت بازیگر من جای منطقیش بود یه خورده فکر کنم بالاتر بتونم ببرم من نه پایین تر فکر کنم بهتر باشه و حالا اگر من برم جلوتر شما همونطور که میبینید اینجا دایره من کاملا داره درست با صورت بازیگر من حرکت میکنه و این نگرانی شما رو که اگر من چیزی رو بخوام به صورت منطقی اصلاح رنگ بکنم توی تصویرم و تکون بخوره رفت میکنه همونطور که شما دیدید اینجا یه جسم متحرک بود و ما اون رو ترک کردیم وینیت کردیمش و الان خیلی درست کار میکنم و میتونم یه مقدار تصویرم رو واضحتر بکنم برای شما تفاوت رو که یه خورده راحت تر و قابل تشخیص تر باشه من هایلایت هم رو هم یه خورده آبی میکنم حالا من تصویر رو پلی میکنم و همونطور که شما میبینید اصلاح رنگ ما کاملا نامحسوسه و اصلا برای بیرنده قابل تشخیص نیست که این چیز اضافه ای روی تصویر البته شما که الان این تصویر رو دیدید شاید بگین نه تابلوی که صورتش رنگش فرق کرده منتها خب اگر من انقدر این رنگ آبی رو زیاد نمی کردم انقدر نمی خواستم واضح باشه شاید خیلی نامحسوس تر بود در هر صورت الان هم همونطور که شما می بینید اون دایره سیاه تکون میخوره باهاش و درست ترک شده در مورد این قسمت ترکینگ همونطور که شما دیدید وقتی نقطه اول رو انتخاب کردید پروسس رو میزنید واسه تون این کار رو انجام میده همونطور که خدمتون گفتم مارک این شروع و مارک آوت پایانش هست یه نکته دیگه ای در مورد ترکر ما داریم و اون هم ترک دستیه که رو توی قسمت بعد با هم میبینیم